بله، در چند روز گذشته حداقل در سعی میکنم من مثلا مدام معطوف بشم به اخباری که در اروپا و آلمان در رابطه با ایران منتشر شد. محاکمه 5 ایرانی به جرم قاچاق 1 تن مواد مخدر در شهر کلن آلمان، همونطوری که بعضی از دوستان خاطرشون هست، رژیم بارها توی این مسئله نقش داشته. یعنی اصلا معروفه کاملا که حزب الله نقش بسیار عظیمی بازی میکنه توی تولید و صدور مواد مخدر، مشخصا به کشورهای منطقه و همچنین به کشورهای اروپایی. چند سال پیش هم در دوره روحانی، حتی شخص روحانی در هنگامی که بحث گسترش تحریم ها بالا گرفت و فشار به رژیم، تهدید کرده بود که این مسئله باعث خواهد شد که راحت تر قاچاق انجام بگیره، ما تضعیف میشیم و قاچاق مواد مخدر به اروپا راحت تر خواهد شد برای قاچاقچیان، و عملا تهدید کرده بود که مثلا ما ضعیف میشیم، نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی تهدید کرده بود که همچنین برای سرتون خواهیم آورد و گریبانش رو، این جملهش هست که گریبان شهروندان اروپایی رو خواهد گرفت. به هر رو، در رابطه با مسائلی که شما اشاره کردید، لازم میدونم این پیوند نانوشته ای که در حال حاضر در جریان بخشی از روزنامه ها در اصل در این رابطه کارشناسان اظهار نظر کردن در رابطه با پیوند جدیدی یا محور جدیدی که محور مقاومتی روسیه در تحت کنترل روسیه هست با همراهی کره شمالی و رژیم اسلامی، البته چین هم در این معادله هست، منتها نقش اساسی نداره، این رو روش در حال حاضر کشور روسیه خیلی مانور میده، اونطور که شاید برخی دوستان ندونن قرار بر این شده که بخش زیادی از همین پهپادهایی که در حال حاضر حکومت صادر میکنه به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اینها من بعد در خود روسیه ساخته بشه. با در نظر گرفتن اینکه اروپا هم فشار زیادی داره میاره به حکومت که از صدور این نوع مهمات، و آمریکا، البته آمریکا در طی اون مذاکراتی که داشتند و قرار بر معاوضه و تبادل گروگان های دو تابعیتی با مقادیری پول بلوکه شده در بانک های غربی، در بانک های جهانی در حقیقت انجام بگیره، یکی از شروط همین مسئله دفاع لوجستیکی، در حقیقت کمک لوجستیکی حکومت به روسیه هستش که ظاهرا به این ترتیب قرار شده این رو مستقلا خود روسیه انجام بده با کمک کارشناسان رژیم که اونها این پهپادها رو خودشون بسازن. لازم میدونم در رابطه با که ارتباط با خود موضوع اتاق هم نیست، نکته رو هم اضافه کنم، امروز در عین حال سالگرد یک واقعی بسیار تلخه که در 28 مرداد 57 رقم خورد و اون کشتار سینما رکس آبادان بود که در اون نزدیک به 600 نفر، بعضی منابع میگن تا 700 نفر زنده زنده در آتش سوختند. خانواده بودند، زن و بچه بودند، جوان ها بودند، کسایی که رفته بودند به سینما، و اگر نگیم نخستین جنایتشون بود، اما نخستین کشتار وسیعشون بود که این حکومت در طبیعه حضورش، در طبیعه به وجود آمدنش رقم زد. و مسئله خیلی گسترده تر، اشخاصی که در این مسئله نقش داشتن، نقشی که متاسفانه ساواک بازی کرد توی این قضیه، خود عناصر دولتی اون موقع در عدم افشای واقعیت، اینها یک محور مذهبی بودند